فرمود که شیطانی اسلم به یدی، شیطان من به من اسلام آورد، تسلیم شد. اگر این شیطان تسلیم شد ما خودم مسلمون میشه، وگرنه در قرآن هست که ما آمن اکثر هم الا و هم مشرکون، بسیاری از اینا که ایمان، اونا که ایمان نیاوردن که هیچ، اونا که ایمان آوردن هم مشرکن، برای این که ظاهرا ایمانشون به خدا میارن ولی دینشون دین خودشونه، دینشون دین هم دنانی رو هم، دینشون درهم و دینار و پول و ارشبت که ثروت و خودخواهی هاشونه. این که در ادبیات اگر میبینید که دین رو، مسجد رو، نمیدونم کعبه رو، اینا رو نفی میکنن، منظور این کعبه هاییست که بت شده بر سر راه رسیدن به خدا، برای این که همین مسجد رو بت میکنه، میره سراغ مسجد و میگه من مسجدم رو رفتم، اونجا رو رفتم. این رو خیلی خوبه که تو بری در پیش حضرت حق سجده بکنی، ولی این رو نباید بت بکنی. و به همین جهت همه از مسجد فرار میکنن، عرفای بزرگ نگه میگفتن که با شعرا که ما از مسجد و مدرسه بیدار شدیم و رفتیم به طرف میخانه. این میخانه کجاست؟ این میخانه درست نقطه مقابل اون مسجده. اون دهاتیه که دعوت کرده بود بیچاره شهری رو، اومده بود بارها و بارها اونجا خونه اون استراحت کرده بود و خورده بود و خوابیده بود و هی هم اصرار میکرد که یه دفعه هم شما بیان، شما تو دهات ما. بالاخره این هم هی نمیرفت، بالاخره بچه‌هاش گفتن بابا این همه اومده اینجا، تو یه شب دعوت کرد، بلایی سرش اومده بود که خلاصه راش نداد. اول گفت من نمیشناسم شما رو، من انقدر غرق در الله هستم. گفت منو این همه اومدی اونجا خوردی خوابیده اینا؟ گفتش که هوش من از غیر حق آگاه نیست. بعد تا اینکه چیز کرد گفتش که فقط من حالا نمیدونم کی هستی اینا، ولی حالا گفت یه رحمی بکن لااقل اگر هیچ کار نمیکنی. گفتش که یه طویله ما داریم اینجا، میتونی بری اونجا به شرط اینکه تیر و کمون بهت میدم، شب گرگ ممکنه بیاد، گرد بیاد و تیر باید بزنیم. گفت چشمم میذارم اینا، زن بچه من فعلا سرما نخورن، اینجا رو اینا رو گذاش اونجا. بعد خودش هم واسطه بود که تیر رد بکنه، اتفاقا یه کرخری رد میشه، این مال این فکر میکنه گرگ است، تیر رو میزنه، کرخره میفته. اینا میرسه داد که آی کرد چیز منو کشته اینا. گفتش که کرخره تنه بود، گرگ بود. گفت من صدای کرخره میشستم. گفت وسط طوفان و طوفانم بود اینا، صدای کرخر میشناسی؟ من این همه که چندین بار اومدی من نمیشناسی؟ صدای کرخر تو میشناسی؟ اینها سنت اینه که آدم ها سر به زنگاه یه مرتبه عوض میشه همه چیزو برای خاطر خودخواهی. گفته بود که این گاو شما، به نصرالدین گفتن این گاو شما لگد زده به گاو ما، گاو ما رو کشته، این تاوان داره در شهر. گفت نه چه تاوانی داره؟ گاو چش برش میرسه، زده که زده. گفتن ببخشین ما اشتباه کردیم، گاو ما لگد زده به گاو شما، گاو شما رو کشته. گفت بله، بعضی از فقها ها فتوا دادن برن عوض میشه. اون کسی که افکارش عوض میشه بر مبنای خود، این خود گاهی اوقات میگن خرقه، خرقه رو میگن بسوزون، این خرقه از سر بدر آورد و این خودبینی رو از سر بدر آورد و به شکرانه بسوخت. در سوختم این دلق را، رد و قبول خلق را. این دلق یعنی اون خرقه، یعنی این که اینو من قبول بکنن، اونا مریدای بیشتری جمع بکنم اینا. مولانا میگه در سوختم این دلق را، رد و قبول خلق را. گو خشم گیرون، گو سرد شو آن بلعلا، گو خشم گیرون بلحسن. به یه آقایی بود، ایشون خیلی اشعار مثنوی هم حفظش بود ولی نمیخوند، رو منبر نمیخوند. بهش گفتن که آقا تو که این همه شعرهای مثنوی بالاخره ارادت هم داری، بخون. نکنه این حاج آقا حسنی که زندگی ما رو تعمیم میکنه اون خوشش نمیاد، اونا خوشگن یه خورده و میگن شعر نخونی، رو منبر شعر خوب میده. این آدم این هست که بعد دینش رو بعد یه چشم ابروی بیاد. گفتش که آن بت ترسا بچه باد فروس رو شیخ محمود تعریف کرده، بت ترسا بچه نوریست باهر که از زلف بتان دارد مظاهر، تشبیه میکنن به این چیزا، ولی اون یه نور باهر الهیه که در آید چیز اگر در مسجد آید او شبانگاه، اگر بیاد به مسجد، اگر بیاد به خانقاه، همه اینها رو آگاهشون میکنه و از اون خودبینی بیرونشون میاره. اون میگه که در آمد از درم آن مه سحرگاه، خود شیخ محمود هم میگه یه شب اون بت ترسا بچه اومد پیش من، در آمد از درم آن بت سحرگاه، مرا از خواب غفلت کرد آگاه. چو کردم در رخ خوبش نگاهی، برآمد از میان جانم آهی. گفتم عجب چه زیبارویی بوده، ما این مدت خبر نداشتیم دنبال کی رفته بودیم اینا. بعد میگه که ببین تا علم و کبر و زهد و پنداش، اینا رو گذاشته بغل هم، علم و کبر و زهد و پنداش که همش از یه جنسه، علم فروشی یعنی کبر فروشی،
تو بین تا علم و زهد و کبر و پنداشت تو را ای نارسیده از که باداشت. نظر کردن به رویم نیم ساعت همی ارزد هزاران سال طاعت. این اون چیزیست که عارف میخواد بگه که تو اگر حمله میکنن، نه اینکه فکر کنی اینا مثلا میخواستن یک لگدی به اصحاب دیانت بزنن، اینجوری نیست. مردم دینشون رو حجاب کفرشون کردن، میخواد پشت اون دین هر کار خواست بکنه بکنه. بهتره که این حجاب رو بردارن. سعدی میگه زهد پیدا کفر پنهان بود چندین روزگار، خرقه از سر برکشیدم این همه تزویر را، این کندم انداختم دور که خیالم راحت بشه. اما عشق از کجا شروع میشه اصلا؟ از کجا اومده عشق؟ داستان عشق از وجود شروع میشه. یکی بود یکی نبود، یه وجودی بود. این که میگن یکی بود یکی، اصلا بود و نبود، صحبت عشق از بود و نبوده، که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. این اصل همه ماجراست که اون خدا که غیر از وجود هیچ چیز دیگری نیست، که با همه آیاتی که ما در قرآن داریم و شناختی که از خدا داریم بخونه. غیر از وجود، فقط وجوده که همه جا هست، فقط وجوده که هر کجا رو تو بکنی، سرتو بکن بالا وجود میبینی، سرتو بکن پایین وجود میبینی. بالا این طرف اون خانه زلیخا که 6 طرف داشته، هر طرف نگاه میکردن یوسف رو نشون میداده، خداوند میگه من خودم رو نصب کردم ذره ذره کائنات، به زیر ذره هر، به زیر پرده هر ذره پنهان، جمال جان فضای روی جانان. پس تو نمیتونی بگی من تو رو ندیدم. به قول این بیدل چیز دهلوی میگه چه بهانه باشد آن را که تو را ندیده باشد. اگه یه کسی بیاد بگه آقا ببخش ما ندیدیم، ما سرکار به پاسبونه گفتش که من ندیدی اینجا، من با این چیز با این قبه و بارگاه واسدم اینجا، نه من ندیدی، گفت شما رو دیدم، شما رو گفت چراغ سبز رو دیدم ولی شما رو ندیدم. حالا گفته بود که یه کسی میاد اونجا میگه که آقا من ندیدم تو رو، جوابش اینه که چجوری ندیدی، من همه طرف بودم، چشماتو بسته بودی که ندیدی منو. خدا من این که گفته هو معکم اینما کنتم، به اون کیه که همه جا با شما از وجوده؟ شما اگه تونستی از دست وجود فرار بکنه، از دست هر کی بخواییم فرار کنیم، وجود نمیتونیم فرار کنیم. جز بدیهیات هم هست، شهد الله انه لا اله الا هو، و جز این است که شک هم درش نمیکرد. یکی میگه آقا در قرآن گفته که اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، این معنیش چیه؟ بالاخره ما شک میکنیم. چرا میگفته که در خدا نمیشه شک کرد؟ میشه شک کرد. یه کسی از همین قمشایی خودمون یه خورده قلدری هم میکرد، مثلا چیز با خدا چیز میفتن، در میفتن. گفت خدای تو که داری میگه اینو، من چطور شک نکنم؟ بالاخره آدم شک چیزی نیست که در اختیار آدم باشه. این آیه چیه که میگی و اف الله شک کن؟ یه جوری هم سوال میکنه که جرات نکنه بگه، که میگه بله شک کن، بچه میترسونی، من شک میکنم در مورد خداوند. ولی ما با هم صحبت کردیم در همون قمشه، گفتم که منظورش این نیست که شما در خدا نمیشه شک کرد، معنیش اینه که اگر یه چیزی هست که میتونی در شک کنی، خدا نیست. خدا اونیست که نمیتونی شک بکنی. اگر به یه مفهومی رسیدی که دیدی هیچ نمیتونی در شک بکنی، بدون خداست. اما اگر هر چیز دیگری گفتن که گفتی نه من شک دارم که آیا این هست یا نیست، بدون خدا نیست. هر معنایی که تو ذهن آدم میاد که میتونه آدم در شک بکنه، این خدا نیست. اف الله شک کن، اون در خدا شکی نیست. چرا؟ برای اینکه وجود ابده بدیهیاته، و اولین معنایی که بچه بزرگ همه آدم ها میفهمن وجوده. چطور به وجود آدم ها ایمان نمیارن؟ وجود که ما رو گرفته، تمام عالم رو گرفته، نور آسمان و زمین، هستی تمام کائنات، تو بی اور نات تو بی رو همه میفهمن دیگه، همه آدم ها میفهمن. بنابراین داستان وجود داستان عشقه، برای اینکه این وجود جامعه همه کمالات دیگه. لأنه مبدع و کل شرفی، منبع و کل شرفی، به قول حاج مولادی سبزواری، ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل. لأنه منبع و کل شرفی و الفرق بین نحوه الکونه یفی. دلائلی آورده که وجود اصالت مال وجوده، ماهیت حدود و رسوم وجوده. ماهیت یعنی یک چیزی که اون وجود داره. اگه وجود نداشته باشه، شما بگید مثلا یک سیب، یک سیبی که سرخ معطر خواصی داره، به شرطی که باشه، اگر بودن رو بهش اضافه نکنین هیچ خاصیتی نداره. ماهیت ما شمت راحت الوجود، اصلا بوی وجود به مشامش نخورده. بنابراین ماهیات همشون منتظره
کیفه و بالکون ان استوایی قد خرجت خاطبت الاشیایی. تمام کائنات به سبب وجودی که از مرتبه امکان که هست یا نیست بالاخره. گفت یه عروسی برات گرفتم، دختری برات گرفتم، جوان خوشگل سیما، ولی نیست، همچین چیزی وجود نداره. فقط یه اشکال داره که همه چی داره، ثروت داره، پدر من پدر داره، مادر داره، وجود نداره. وجود که نداره همه باطل میشه. اینکه وجود اصل همه برکت ها و شرف هاست. بنابراین وجود خودش رو که میبینه که وجود خودش خودتو درک میکنه، شما خودتون درک نمیکنین. اولین چیزی که شما درک میکنین ادراک بسیط ما، ادراک خودمونه، ادراک بعدن ادراک مرکب دارین که من نون میخوام، من غذا میخوام، اون من گرسنه هستم. اول هستم رو درک میکنین. هر ادراک مرکبی فرع بر ادراک بسیطه. شما اگر من هستم رو درک نکنی، من گرسنه هستم از کجا درک میکنی؟ من تشنه هستم از کجا درک میکنی؟ من عاشق هستم از کجا درک میکنی؟ پس اول من هستم رو درک میکنی. بنابراین بدیهی ترین چیزها اینه که من هستم. و چون خداوند در پیش خودش حاضره، محیط چیز ابن ببخشید فارابی، فیلسوف که واقعا استاد ابن سینام بوده، فارابی گفته است که ما تقول فلذی عند الحق تعالی عن الحق. تو نظرت چیه راجع به این که خداوند نزد خودش حضور داره و از این حضور رو تو چگونه تعبیر میکنی؟ بعد میگی که هن فهنالکه صورت العشق. اینجا عشق یعنی همین، یعنی حضور زیبایی مطلق در پیش ادراک مطلق. چون ادراک مطلق داره خودشو میبینه، بنابراین حضور زیبایی مطلق نزد ادراک مطلق چی میده؟ عشق مطلق میده. بنابراین عشق نامتناهی در این دیدار که لحظه به لحظه او خودشو میبینه، لحظه به لحظه این عشق تجدید میشه. یعنی ازلا و ابدا او عاشق خودشه. و به قول همین خانم کاترین رین که عرض کردم، یک خانم نازنینی که واقعا عارفه بود در گذشت، گفتش که من از کل کائنات یه صدا شنیدم فقط، و اون یه صدایی بود که فریاد میکرد عشق من، عشق من. خدا بوده به خودش میگفته. بعد از این عشق من کائنات پیدا شدن. یعنی یک بعد میگفتش که این صدا رو من نمیدونم شنیدم یا گفتم، مثل که من خودم هم گفتم. بعد توضیح دادن که در شرح این سخن او که تمام کائنات هم این حرف رو میزنن به دنبال پروردگارشون. هر ذره کائنات میگه عشق من، به علتی که موجوده. هر ذره کائنات میشنوه عشق من رو، برای اینکه یکی دیگه عاشقشه. هر کسی و ما هم در زندگی خودمون، ما انسان ها اگر یه عشق من نباشه که بگیم رشد نمی‌کنه. شما باید صبح که بلند میشی یه کسی داشته باشی بگه عشق من، پزشکی، طبابت، راحتی مردم، یه چیزی رو عشق خودت قرار بده، عشق من. این عشق پر میکنه تو رو از انگیزه، از وقت، از مطالعه، از کشیدن زحمات بسیار. عشق من بگو که عشق من، این عشق منه. اون وقت یه کسی هم باید بهت بگه که عشق من. این دوتا رو اگه جمع شد آدم کامل میشه. آدم کامل کسیست که هم عشق من رو میگه، هم عشق من رو میشنوه. خداوند هم این عشق من رو هم به کل کائنات داره میگه، هم از کل کائنات داره میشنوه. کل کائنات به قول توماس تراهرن انگلیسی، من از اونها مثال میارم که این حرفا رو زدن، گفته که زندگی یعنی چی؟ زندگی یعنی حرکت یک عاشق کامل به سوی یک معشوق کامل. یعنی کل کائنات دارن به طرف اون معشوق کامل، عشق من، عشق من دارن میگن و دارن میرن. سبحان الله، سبحان الله نشانه عشق. سبحان الله و الله اکبر در موقع عشق میگن، در موقع حضور زیبایی میگن که سبحان الله از این همه لطف، از این همه زیبایی. لا اله الا الله. گاهی اوقات در اینم آدم حیرت میکنه از شدت اون زیبایی. بنابراین داستان عشق در ازل سعدی خلاصه کرده، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این داستان عشق در یه بیت خلاصه کرده. جامی گفته در آن خلوت که هستی بی نشان بود، به کنج نیستی عالم نهان بود. وجودی بود از نقش دویی دور، ز گفتگوی مایی و تویی دور. نه با آینه رویش در میانه، نه زلفش را کشیده دست شانه. سبا از ترک نکسست تاری، ندیده هیچ چشمی زو قباری. قمار عاشقی با خیش میباخت، نوای دلبری با خیش میساخت. ولی زانجا که حکم خوب رویست، ز پرده خوب رو در تنگ خوییست.
پریرو تا به مستوری ندارد، چو دربندی سر از روزن برارد. تجلی کرد در آفاق و انفس، برون زد خیمه ز اقلیم تقدس. از آن لمعه فروغی بر گل افتاد، ز گل شوری به جان بلبل افتاد. همه صبوحیان صبوح گویان شدند از بی خودی صبح. من و تو در میان کاری نداریم، به جز بیهوده پنداری نداریم. همان بهتر که ما در عشق پیچیم، که بی این گفتگو هیچیم هیچیم. این داستان عشقه که در واقع کل کائنات عشقش، دینشون دین عشقه. دین درخت، دین زمین، دین آسمان، دین ماه، دین خورشید، تمام اینها دارن حرکت عاشقانه‌ای میکنن به سوی پروردگارمون. و ما باید به اینا ملحق بشیم، به قافله کائنات، که ما هم عاشقانه و سرود خانان و با شور و با مستی ما هم داریم میایم، ما هم به طرف اون معشوق حرکت میکنیم. اون وقت این عشق که تعبیر دین ازش میکنن، یعنی راهیست، دین یعنی راه دیگه، اینی که ما این راه رو انتخاب کردیم. داری کجا میری؟ دارم میرم پیش پروردگارم. گفتن دو نفر که میخوان ازدواج بکنن، اولین سوالی که باید از هم بکنن اینه که تو کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ اگر گفتش که من دارم میرم فلان جا، معلوم میشه که اون شما نگاه کن شما کجا داری میری. هم اول آدم بعد از خودش بپرسی که تو کجا داری میری، تا بعد بتونه، وگرنه انتخاب نمیتونه بکنه. اگر اون وقت پرسید، اگر دو نفر هر دوشون گفتن دارم میرم پیش خدا، اینا عاشق هم میشن. عشق اشتراک در مسیره. تو کجا داری میرم؟ من میرم پیش پروردگارم. منم دارم همونجا میرم، پس بیا با هم بریم. برابر این آدم رو یار پیدا میکنه در این مسیر. این خیلی مهمه که ایستگاه آخر، وگرنه وسط راه اگر شما تا تجریش باید برین، سر پیچ شمرو یکی پیاده میشه، اونجا یکی دیگه پیاده میشه، اونجا یکی دیگه پیاده میشه، هر کسی در یه جایی پیاده میشه. انسان بایستی که بره اون خط آخر که برسه به ایستگاه نهایی دیدار پروردگارش. حالا این دین عشق، من دیگه چون مطالب خیلی بیشتر از ظرفیت یک جلسه است، فقط مشخصات دین عشق رو یه اشاره میکنم که دین عشق اولا فاش میشه، آدم نمیتونه پنهان بکنه. کردند به هم بسی مدارا، تا عشق نگردد آشکارا. زلفی به هزار حلقه زنجیر، جز شیفت دل شدن چه تدبیر. بالاخره آشکار میشه، دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. حالا برای این عشق فاش میشه و خودش هم به زبان بلند، سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم. چه بهتر که آدم افتخار بکنه به آرمانها و ایدهاش، بتونه بگه که من دارم میرم به تو این قافله هستم اولا، و دارم میرم به سمت پروردگارم. سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم، که من نسیم حیات از پیاله میجویم. یا فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طبعا یکی از مشخصاتش اینه. یکی دیگه از مشخصات عشق این است که در عشق یه دونه گناه بیشتر نیست. اولا عشق خودش یه گناهه، گناه عشق، که آدم اصلا نباید توبه بکنه اگر عاشق شد. یکی از مشخصات عشق اینه که توبه پذیرم نیست. عاشق است، او را قیامت آمده است. وقتی شما عاشق شدین قیامتتون شروع میشه، نمیتونید دیگه توبه بکنین. عاشق میره تا خط آخر. بنابراین این گناه رو ازش آدم توبه نمیکنه. بعد فقط یه دونه گناه میمونه و اون تعدی به همون معشوق، و اون معشوق خیلی غیرت داره. گفته که نمیخوام که شود با دوست غیری هم نشین. تو باید با من نشست و برخاست بکنی. اگر با هر کسی دیگری نشست و برخاست بکنی، من اون رو ازت میگیرم و محروم میشی. حالا معنیش چیه؟ معنیش این است که شما باید با خدا اگر با راستی بشینی با خدا نشستی، اگر با درستی بشینی با خدا نشستی، اگر با محبت و دوستی بشینی با خدا نشستی. هر کار خوبی بکنی میگی من با تو بودم، من کار بدی نکردم، من با تو بودم. و لحظه به لحظه آدم میتونه حضور الهی رو در زندگی خودش اعلام بکنه. گفتن هیچ کاری نکنید نشونش اینه که آدم دلش میاد که دفترچه خاطراتش بنویسه. هیچ کاری نکنید که نخواین تو دفترچه خاطراتتون بنویسین و نخواین کسی بخونه. اگر که واقعا با خدا هستی، لحظه به لحظه آدم میتونه بگه که من اینجا رفتم این کار کردم، اینجا سر به این دوست دادم. هیچ کس نمینویسه که دیروز ساعت 5 تا 6 غیبت زری خانم مثلا جزء برنامه‌ام بوده، نمیدونم چنین کردم چنین کردم. اینا رو کسی نمیگه. همه مردم چیزهای خوب رو می‌نویسن. همون چیزهای خوب در واقع معیت با خداست. معیت با خدا معیت با خوبی هاست.
گفته که تو من خوشم نمیاد، اگر با هر زیبا روی بنشینی اشکال نداره، اگر حرف زیبا بزنی اشکال نداره، اگر ازش خواستگاری بکنی اشکال نداره، اگر عشق بهش نثار بکنی اشکال نداره، اگه بهش دروغ بگی اونجا با من نیستی دیگه، اونجا با من نیستی، اگر بهش ظلم بکنی دیگه با من نیستی، تا موقعی که کار خوب میکنی با منی. بنابراین غیرت داره خداوند. یکی از مشخصات دین عشق این است که یک خدای غیرتی داره که هیچ تعدد زوجات هم قبول نداره. یک زنی آمده بود پیش شبلی، گفتش که این شوهر من نصیحت کن، میخواد بری یه زن دیگه بگیره. خب حالا من چه نصیحتی بکنم؟ بالاخره یه حقوقی دادن، میتونه که طبق قوانین و اینا یک حقوقی به این دادن، میتونه این کار بکنه، من چطور منعش بکنم از چیزی که به هر حال حقش و اینا؟ من نمیتونم چیکار بکنم. اون زن گفتش که بله، ولی اگر من اجازه داشته باشم جمال خودم رو به تو نشون بدم که تو ببینی که من چه زیبایی دارم، اون وقت اجازه نمیدادی به این که همچه کاری بکنه. و یک گوشه ابروی هم نشون میده. اینا شبلی بیهوش میشه. شبلی از اونایی بوده که دائما یه نکته ای میفهمیده و بیهوش میفتده. بیهوش میشه، بعد بهش بیهوش که میاد میگن که چی شنیدی تو؟ چه حادثه ای رخ داد؟ گفتیش چی؟ این وقتی که یه مختصر زیبایی داره که چهار روز دیگه هم نداره، میگه کسی نباید رو من زن بگیره. اون وقت ما با کسی که مجمع همه زیبایی هاست میخوام یکی دیگه هم با اون بگیریم، با 6 تا عیال میخوام بریم خواستگاری اون. میگه من مرید خدا هستم، دروغ گفتم و فریب دادم و اینا هم اهل و عیال من هستن دیگه. ما چطور رومون میشه که با این همه ازدواجای باطلی که کردیم؟ انسان ازدواج ها زیاد میکنه، هر دیداری یه ازدواجه. و من گفتم به دوستان که ازدواج آخر آدم خودشه. حواستون باشه که آخرین کلئوپاتره که باید ازدواج کنین یا یوسف که باید باشه ازدواج کنین خودتون، خیلی باید خوشگل باشین، برای اینکه باید تحمل کنین خودتونو، سعی کنین هیچ عیب نداشته باشین. چرا؟ برای اینکه آخرین کسی که مشتری خودتون، خودتون هستین. ما بالاخره آخر سر باید دست در آغوش خودمون بکنیم. همه میذارن میرن. من ختم میکنم آهسته که فقط یک اوصافی از عشق هست که به خصوص امشب میخوام اضافه بکنم، با اونی که عشق طبیبه و بیماری های بسیاری رو از جسمانی و روحانی معالجه میکنه. به همجهت عاشقان همشون گفتن ما طبیبیم. حافظ گفته طبیب عشق منم، باده خور که این معجون فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. مولانا گفته ما طبیبانیم شاگردان حق، بحر قلزم دید ما را فنفلق. آن طبیبان طبیعت دیگرن که به تو از راه نبضی بنگرن. اونا زیاد چیز ندارن، باید نبض بگیره تا بفهمه، ولی ما به دل بیواسطه خوش بنگریم که از طبیعت ما به عالی منظریم. یه نگاه میکنه به قیافه شخص، میگه که آقا تو این مشکلات رو داری و بایستی که خیلی هم با محبت صحبت میکنن اهل معرفت. یه کسی میاد گرد من تو یک مشکلی داری، مشکلت هم اینه که هنوز از خودخواهی بیرون نیومدی. یک وقتی یک کسی میگفتش که آمده بود یه جایی ادعاهای عجیب غریب میکرد که من چیز دارم، من یک اقتداری دارم که میتونم همه بیماری ها رو تشخیص بدم. آمده بود یک یکی دست میکشید و اینها و هیچ درست هم نمیگفت. بالا سر منم آمده و گفتش که ما مهره پشتتون، مثلا مهره چهارم پشتتون ایراد داره. گفتم میخوای من الان یه بالانس بزنم اینجا با همین سنم ببینی که من مشکلی ندارم اینا، ولی من مشکل شما رو میتونم حل بکنم. گفت چیه؟ ما چه مشکل؟ گفتم مشکل شما بی پولیه. شما میخوای به این وسیله یه مقداری خلق الله رو چیز بکنی با این انرژی درمانی و اینا، این وقت پول بر خود جمع کنی، میتونی کار دیگه بکنی، این کار خوبی نیست که به خودی با این یه کاری بکنی با اون یه فریبی بده اینا، اینا رو این چیزها رو تعطیل کن. معالجش هم اینه که میتونی بری کار خیلی آبرومندتر بکنی، کار خیلی بهتری میتونی بکنی. به هر حال عشق میتونه دوای داروهای بیماری های گوناگون رو ادا بکنه. به همجهت بهش میگن پانسیا. عشق رو اروپایی ها پانسیا بهش میگن، یعنی داروی همه دردها. مثل نوشدارو میمونه که معتقد بودن قدیم که همه دردها رو معالجه میکنه. عشق رو به 4 صفت وصف کردن که من همین 4 تا رو میگم و ختم میکنم، که یکی اینه که عشق کیمیاست و دست به هر چی میزنی طلا میشه. برعکس آدم های خودخواه و خودبین دست به هر چی که میزنن خار و خس و تلخی و زشتی میشه. به قول مولانا میگه کیمیای زهر مار است آن
آن شقی کیمیای زهر مار، دست به هرچی میزنه زهر مار میشه. میان مثلا دو نفر دارن با هم با محبتی دارن، دوستی دارن اینا، اون میاد اینجا کیمیای زهر مارش میزنه، دوستی ها رو به دشمنی تبدیل میکنه، خلقا رو تنگ میکنه، اشکال ایجاد میکنه. اول اینکه عشق کیمیاست، کیمیاییست که غم رو به شادی تبدیل میکنه، نابینایی رو به بینایی تبدیل میکنه، هزار خاصیت داره. کیمیاییست که خداوند اعمال رو صالح میکنه. شما عشق میزنه به کیمیاتون، یه مرتبه حتی اعمال زشتتون تبدیل به کمالات میشه. آدم اگر یه کارهایی بدی کرده باشه در یه زمانی، بعد که عاشق میشه و به اون کارها فکر میکنه، اونها یه تجربیات خوبش میمونه و بعد میتونه رو دیگران اینا رو اعمال بکنه و بعد خود اون اعمال هم از دست، یعنی از بین میره و اون خلاص. مولانا میگه اگه یه آدمی باشه که این هزار دزدی و دغلی کرده باشه و قاچاق کرده باشه، اونم فلان این حرفا، این حالا توبه کرده، توبه کرده، پاک شده و گریه کرده و اومده که منو نجاتم بدین، مادن نجاتش دادن. حالا این آدم بهترین آدمی است برای اینکه رئیس کلونتری بشه. چرا؟ برای اینکه این خیلی بهتر میدونه، دست تمام دزدا رو میتونه باز بکنه، تمام حیله ها رو برده همین عیب هاش یک کمالی میشه برش که الان این یه امتیازی داره که تجربیاتی در این خطاها کرده. عشق کیمیاگری میکنه و این خطاها امتیاز میشه براش. یکی این که مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علت های ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. هرس رو کم میکنه، تکبر رو از بین میبره، چون همه اینا از چی ناشی میشه؟ از من، منم از بین میره و من که از بین رفت دیگه آدم خلاص میشه. تکبر برای چی بکنه؟ هرس برای چی نشون بده؟ نمیدونم غرور و خودبینی و تجاوزی بکنه، اینا رو برای چی داشته باشه؟ دیگر این که عشق اگر انسان بهش برسه، اون دارویی که همه دنبالش بودن قرنها و پیدا نکردن، چون همه دلشون میخواد محبوب بشن، دوستشون داشته باشن، هیچی بهتر از این نیست که یه نفر بگه من تو رو دوست دارم. همه دوستش دارن، ولو اینکه نخواد ارتباط چیزی با اون داشته باشه، حتی به خواهشش هم تقاضا هم نخواد بده. دیده شده که آدم‌ها همون خواستگاری رو، ولو که اصلا شأنی نداره که خواستگاری بکنه، ممکنه یه دختر پادشاه چین، ولی خوشش میاد که بالاخره خواستگار زیاد داشته باشه. آدم‌ها دلشون میخواد که معشوق باشن. حالا که میخوان معشوق باشن چیکار بکنن؟ میگن آقا این دوا رو بخور، یک مهره مار یه چیزی بهش میدن، همون فریب کارها که مشکلشون اینه که میخوان یه پولی به دست بیارن، اونها آدمها رو فریب میدن. ولی عشق، اگر که شما شراب عشق رو نوشیدین، مردم میفهمن اولا که شما عاشقین، آدم عاشقتون میشن. هیچ کس محبوب تر از عاشق نیست، عاشق رو همه دوست دارن. دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی، آری آری سخن عشق نشانی دارد. مهربانی سعدی میگه ز من آموز و گرم عمر نباند، ز سر تربت سعدی به طلب مهرگیا را. تربت سعدی مهرگیاه. تربت سعدی کدومه؟ تربت سعدی هم همون دیوانشه، دیوان شعرش. اگه آدم بخونه محبوب القلوب میشه. من یک مورد دیگه شم هست که اکسیر جوانی، اگر میخواید تا آخر عمرتون جوان بمونید و شاداب بمونید و شور عشق داشته باشین و شور زندگی داشته باشین و هیچ وقت کسی عنوان مسن و پیر رو به شما نده، عاشق باشین. عاشق که بودین، در همه لحظه ها آدم یک معشوقی داره و داره با شور و عشق به خاطر او کار میکنه، همون شعرها رو میگه، همون موسیقی رو میزنه. تا کسانی بودن که تا آخرین لحظه عمرشون بهترین کار موسیقیشون، حالا ممکنه یه وقت دست آدم ضعیف بشه، وگرنه از اون شور جوانی انسان نمیفته. من مرحوم پدرم رو دیده بودم که تا آخر عمرش همچنان جوان و شاداب بود و حتی با آیات قرآن وجد میکرد. بعضی ها درجه عشقشون به چقدر دوست داری؟ میپرسه آدم، میتونه بپرسه که چه اندازه خدا رو دوست داری؟ انقدر دوست داری که همه چیز رو به خاطر او زیر پا بذاری؟ تقسیم سگانه‌ای هم هست باز تو ادبیات که سه تا مرحله داریم برای عاشق. یکی عاشقی که بلبله که سر و صدا زیاد میکنه، ولی ای مرغ سر عشق پروانه بیاموز، از پروانه بیاموز که سر و صدا نمیکنه. یه عشق بالاتر پروانه است که سر و صدا نمیکنه ولی میگرده و شبی یاد دارم که چشمم نخفت شنیدم که پروانه باشم گفت. یک عشق دیگه هم هست که عشق شمعه که بالاتر از پروانه است.
گفتش که تو را آتش عشق اگر پر بسوخت، مرا بین که از پای تا سر بسوخت. تو اونقدر عاشق نیستی، تو یه لحظه میای دوری میزنی و میری، پرت میسوزه ولی فرار میکنی، ولی من شب تا صبح دارم اینجا میسوزم و هیچ شکوه و شکایتی ندارم. عاشق یکی از مشخصاتش اینه که شکوه هم نمیکنه. من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی روایت میکنم. ملال مصلحتی مینمایم از جانان. اینکه تو ادبیات گاهی میبینی اینا شکوه میکنن از خدا و از زندگی و اینا، مصلحتیه، وگرنه ملال مصلحتی مینمایم از جانان. که کس به جد ننماید ز جان خویش ملال. بنابراین نه فلک مر عاشقان را بنده باد. این غزل مولاناست که من گاهی اوقات به جوانها که میخوان ازدواج بکنن گفتم این غزل رو روی کارت عروسیتون میتونین چند بیتش بنویسین. نه فلک مر عاشقان را بنده باد، دولت این عاشقان پاینده باد. بوستان عاشقان سرسبز باد، آفتاب عاشقان تابنده باد. تا قیامت ساقی باقی عشق جام بر کف سوی ما آینده باد. تا ابد پستان جان پر شیر باد، مادر دولت طرب زاینده باد. مادر دولت طرب زاینده باد. به این مقدار من که بسنده میکنم. انشالله که شور عشق و پرچم عشق در دست ما باشه و شور عشق در دل ما باشه و بتونیم همه مشکلاتی که الان نه در کشور خودمون بلکه در جهان هست، شما اطمینان داشته باشید که اگر عاشق شدید رو دنیا اثر میذارید انشالله.